برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. در مهر زاده شد، در مهر به سفر رفت و به مهر پیوست، آن که عشق و مهر همه ایرانیان و پارسی زبانان بود. سیاوش استاد ارجمند محمد رضا شجریان از جغرافیای خاک، جغرافیای ایران، به تاریخ بیزوال و جاودانه فرهنگ و هنر ایران پیوست. تسلیت باید گفت به سفر رفتن او را که صدای خاک و آسمان ایران زمین بود و از ایران برآمد و بر عزت ایران افسود. دوست دارم در آغاز برنامه پیش از این که چند کلامی صحبت بکنم درباره سیاوش به عنوان یک ایرانی، یکی از شعرهای خودم رو که قبل از این به یاد بزرگزن موسیقی ایران مرضیه سروده بودم، این بار به یاد استاد شجریان بخوانم. شود که نور و نوا را به خاک بسپارند، شود که شور و صفا را به خاک بسپارند، شود که رادی و عشق و محبت و صفوت، شود که رسم وفا را به خاک بسپارند، شود که کوه دماوند و در خم و پیچش نسیم نافه گشا را به خاک بسپارند، شود که مهر فروزان و ماه تابان را، شود که باد صبا را به خاک بسپارند. توی وزان چو هوا، تا کجا کجا همه جا، شود شود که هوا را به خاک بسپارند. گرفتم آن که ببستند راه مستان را، شود که میکده ها را به خاک بسپارند. اگر خدا متجلی است در دل پاکان، بگو شود که خدا را به خاک بسپارند. بلکه فاش بگویم عزیز من، اینک برای آنکه شما را به خاک بسپارند، بباید آنکه از امروز تا به فرداها تمام ملت ما را به خاک بسپارند. 16 اکتبر 2010 این شعر سروده شد در سفر مرضیه و الان باز هم در اکتبر هستیم و این بار بزرگی دیگر از بزرگان سرزمین ما به جاودانگی پیوست. درباره شجریان بسیار میشه گفت، بسیار نوشتند، بسیار گفتند و باز هم خواهند نوشت و خواهند گفت و کسی نیست که غبار فراموشی بر نام و کارهای او بنشیند. در بیش از همه
صدای او، آوازهای اوست که با روح و جان ما درآمیخته. کدام ایرانی است که نشنیده باشد؟ کدام پارسی زبان است که زمزمه نکرده باشد؟ من خود هنگامی که پای از ایران بیرون نهادم، با ترانه‌های شجریان بود که به ایران سفر می کردم. در بیابانها، در دوردست‌ها، دور از خانه و کاشانه و سرزمینی که دوست می داشتم، گاه آوازهای غمگین او رو، مثل در این سرای بی کسی کسی به در نمی زند، به دشت پرملال ما پرنده پر نمی زند، کسی ز شب نشستگان چراغ بر نمی کند، کسی به کوره راه شب در سحر نمی زند. و با شادی، هنگامی که شادی بود، چنان مستم، چنان مستم من امروز که از چنبر برون جستم من امروز. در صدای شجریان بزرگترین شاعران ایران در گلوگاه او و بر لبان او با هم دیدار می کردند و صدای اونها به گوش های ما می رسید تا ما با فرهنگ خودمون آشنا بشویم. حافظ، خیام، سعدی، شاملو، سهراب سپهری و کدام شاعر بزرگی بود که شجریان از او نخواند؟ چه با شادی و چه با اندوه. سرگذشت شجریان رو وقتی ما میخوانیم، میبینیم از میان مردم خودش بلند شد، به اوج رسید و در کنار مردم خودش ایستاد و هنرمندی که اگر ذره ای از پرنسیپ های خودش کوتاه اومده بود، تاج سر حکومت آخوندی شده بود، به این حکومت نگفت و به خصوص در این 10-20 سال اخیر مشخص است که با ترانه های خودش ایستاد. گورکی، هنرمند بزرگ جهانی که متعلق به همه است، کلامی زیبا دارد که میگوید انسان در مقابل برخی از کسان که می ایستد، برخی از افراد رو که می بینه، دلش می خواد به باغ وحش شهر خودش بره و در مقابل قفس میمون ها به احترام کلاه از سر برگیرد و سر خم کند. در رابطه با آدم هایی که پرنسیب ندارند، هر چه می خواهند می گویند و می کنند بر اساس منافع خودشون. و نیز در ادامه سخن خودش می گوید که گاه انسان میخواهد از دیدن برخی از انسانها کلاه از سر برگیرد و تعظیم بکند و بگوید خوشحالم که تو به دنیا آمدی. شجریان یکی از اینها بود، کسی که باید خوشحال باشیم که او به دنیا آمد و حضرت برای ما خوند. ولی اگرچه پیکر او به خاک ایران بازگشت و باز خواهد گشت، شجریان به دلیل کارهاش و به دلیل این که اگر ما نگاه درستی نسبت به مرگ داشته باشیم و مرگ رو اون چیز وحشتناکی نبینیم که باز معذرت از تأخیری که اجباراً پیش اومد، داشتم میگفتم اگر ما تلقی درستی از مرگ داشته باشیم و مرگ رو اون روی سکه زندگی بدونیم، اگرچه متأثر میشیم از رفتن یاران و دوستان و بزرگانی، به خصوص مثل
سیاوش. خواهیم دید که با مرگ، با پدیده‌ای که اسمش مرگ هست، او از میان ما نمیره. مرگ رو به نظر من آخوندها، سردمداران مذاهب، به دلیل اینکه ریشه های وحشت و کابوس رو در میان ما مستحکم کنند و زندگی ما رو به غارت ببرند و ما رو میخکوب بکنند، وحشتناک کردند. یعنی ما باید در تمام زندگی در خدمت افکار مرتجعان، سردمداران بساط مذهب و اینها باشیم تا با از دست دادن زندگیمون و به غارت رفتن اون توسط همونها، جهان دیگر رو داشته باشیم که به زبانهای دوزخ سپرده نشویم و نیز به اون بهشتی که اونها وعده دادن وارد بشیم. ولی ماجرای مرگ اینچنین نیست. نخست این که اگر ما به پیرامون خودمون نگاه بکنیم، من این رو به این دلیل میگم که برای استاد بزرگ شجریان صرفا نباید به تأکید روی بیوگرافی، روی آوازها اینها سخن گفت. اینها روشنه. باید از سطح رفت به عمق و کارکردهای اون رو دید که چطور در سلولهای هستی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ما خودش رو داره نشون میده. مسئله اینه که 90%، بیش از 90% زندگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، فکری، مادی ما رو رفتگان ما ساختن و دارن با ما زندگی میکنن. خیلی ساده، خونه ای رو که ما توش زندگی میکنیم معمارانی ساختن، بنایانی که نیستند ولی خونه اونها هست، سرپناه ماست. غذاها رو کسانی اختراع کردند که قرنها پیش تجارب خودشون رو به کار گرفتند و این غذاها رو ما میخوریم. افکار ما، افکار خوب و بد ما، دستاورد رفتگانی است که بعضی قرنهاست که سفر کردند، از افلاطون و سقراط گرفته تا کسانی مثل هگل و کانت، تا حافظ، تا خیام، تا زکریای رازی و بقیه. ما با اونها هست که عواطفمون ساخته میشه، افکار سیاسی، اجتماعی، فرهنگیمون ساخته میشه. از نظر سیاسی ما حاصل کار کرده کسانی هستیم که جنگیدن برای آزادی. ستارخانها، باقرخانها، بابک. و زندگی سیاسی و اجتماعی ما حاصل خوب و بد گذشتگان ماست، اونهایی که مثبت بودند و اونهایی که منفی. اگر نگاه بکنیم ما مثل یک رودی است که در موج اول آن ما زندگان ایستادیم و در پشت سر ما یک رود خروشانی از آنهایی که قرنها قبل از ما زیستند و میراث خودشون رو در زمینهای مختلف به جا گذاشتند، در حال حرکت. بنابراین مردگان نرفتن، مردگان با ما دارن زندگی میکنند. کلمه مرده رو نباید به کار برد. رفتگان، آنهایی که زیستند و رفتند و با ما هستند. اگر اونا رو حس بکنیم، در عالم خیال حس بکنیم، چی برای ما باقی میمونه؟ باید خانه ها محو بشه، دیوان های شعر محو بشه، افکار فلسفی محو بشه، نگاه سیاسی ما محو بشه و ما از خشت اول شروع بکنیم. بنابراین رفتگان نرفتند و شجریان که 80 سال در میان ما زیست، نرفت و زنده تر از همیشه با صدای خودش، با کلام خودش در میان ماست. و ما نیز کوچک یا بزرگ، هنگامی که برویم، مثبتات ما و منفی های ما کار خواهد کرد. باز من کلامی از گورکی رو اینجا تکرار میکنم که در یکی از نخستین جلساتی که ادیبان شوروی پس از انقلاب اکتبر جمع شده بودند، گورکی سخنرانی داره که میگوید
تیپ های اجتماعی، شعری و ادبی عمری بیزوال دارند. به نویسندگان جوان میگه اونها نمی میرند مثل ما. مثلا ژان والژان، ویکتور هوگو پس از مرگ نویسنده او زنده میمونه و خودشو بازآفرینی میکنه. کسانی که اون رو میخونند تبدیل میشن به اون، و اگه شخصیت منفی شما ایجاد بکنید تبدیل میشوند به ما و خودشونو بازآفرینی میکنند. بنابراین درست بیافرینید برای آینده. و این تیپ ها رو ما میتونیم در عالم زندگان بیابیم، در کسانی که رفتند ولی زندند و ادامه پیدا میکنند با کارهاشون. شجریان یکی از اونها بود و نمرد، به خصوص که اگر ما در همین ادامه مقوله مرگ به سفر بریم خواهیم دید که به قولی برای هر لحظه زیستن باید یک لحظه رو از دست داد. کسی که 20 سال زندگی میکنه میمیره، فرصت این رو داشته که 20 سال امکان مردن پیاپی داشته باشه، زیرا اگر آدم نخواد بمیره باید همون اول تولد تموم بکنه. شجریان 80 سال امکان از دست دادن لحظات رو داشت به خوبی و زیبایی، و این رو در خدمت ملت خودش گذاشت. یعنی امکان 80 سال مردن داشت تا بتواند بزید، زیرا بدون مرگ زندگی معنی نداره. و نیز سرانجام مرگ است که به قول سیمین دووار در رمان بسیار زیبای همه میمیرند به همه چیز معنی میده، به شرافت، به غیرت، به انسانیت. و اگر نبود باید این رمان رو بخونیم تا ببینیم بدون رفتن زندگی بسیاری از معنای خودش رو از دست میداد. اینو گفتم که بگویم استاد بزرگ ما زنده است، اگرچه در بدرقه او خواهیم گریست، ولی به زودی او رو باز خواهیم یافت. به خصوص که توجه داشته باشید استاد یکی از شاخصهای مبارزاتی هنری و فرهنگی میهن ماست. من بارها تکرار کردم پس از ظهور حکومت ننگین و پلید خمینی، حکومتی که 400 سال بنیادهای هولناک و خونین و تیره اون از زمان شاه اسماعیل و قبل از اون از زمان شیخ صفی الدین اردبیلی، 200 سال قبل از شاه اسماعیل، با کمک تیموریان و مغول ها، اونا اولین کسانی بودند که کمک کردند تشیع سیاسی در این مملکت ریشه پیدا کند. این رو من بحث کردم و خودتون نیز میتونید در این زمینه مطالعه بکنید. این اومد جلو، در درون این ملت و میهن زیست، رشد کرد و سرانجام در مقطع 22 بهمن 57 با ظهور حکومت خمینی خودش رو نشون داد. یکی از اصلی ترین شاخصهای حکومت تشیع سیاسی با نماد خمینی و خامنه‌ای و گله های آخوندهای ضد ایرانی که اجدادشون در زمان شاه طهماسب اول از جبل عامل و لبنان و بحرین از احصا به ایران اومدن، لیست 1100 آخوند غیر ایرانی است که وارد ایران شدند و تشیع رو نهادینه کردند. تشیعی که تا اون زمان نهادینه نبود و ما فرهنگ و هویت ملی خودمون رو علارغم اینکه ایران گاه پاره پاره بود داشتیم. هویت‌های حقیقی، هویت کرد، هویت لور، هویت ترکمن، هویت بلوچ، هویت عرب، اینا وجود داشت. اینها رو شاه اسماعیل به ضرب شمشیر و شکم پاره کردن و گردن زدن با کمک قزلباشای خودش و ارتش آخوندهای مرتجع، خلاصه قبولاند. این ماجرا ادامه یافت تا زمان خمینی و یکی از برترین شاخصهای واقعی تشیع سیاسی و تشیع غیر سیاسی ضد هنر بودنه، ضد شعر بودنه، ضد موسیقی بودنه، ضد شادی بودنه، درست در مقابل هویت فرهنگی
قبل از اسلام، بدون اینکه ما مذهبی باشیم یا نباشیم، یا خداپرست باشیم یا بگوییم جهان خدایی ندارد، ولی هویت قبل از اسلام ایران این بود: گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک. و این بسیار زیباست. و نیز در سرآغاز کتاب گاتها میخونیم: و اهورامزدا جهان را آفرید و انسان را آفرید و شادی را برای انسان آفرید. بر اساس این فرهنگ در حکومت‌های استبدادی، حکومت‌ها در سراسر جهان با استبداد اومدن جلو و به طرف دموکراسی پیش رفتن از قرن 17 و 18 به بعد، بعد از رنسانس. ولی بر اساس این فرهنگ در ایران باستان شادی هدیه اهورامزدا بود، آتش مقدس بود و زیبا و شب‌افروز هدیه اهورامزدا، لباس سیاه ممنوع بود، نفرین شده بود و هدیه اهریمن بود، رقص و آواز وجود داشت. ما نکیسا رو داشتیم، باربد رو داشتیم، بامشاد رو داشتیم، سرکب رو داشتیم، رامتین رو داشتیم، اجداد محمد رضا شجریان رو داشتیم. در ایران کهن در جشن ها، در هر سال، در هر ماه چند روز جشن رو داشت، ساز و آواز و موسیقی و رقص و شادی و مهرورزی و نبریدن درخت و نکشتن حیوانات. این ترکیب بود از فرهنگی که در میان مردم ایران رشد کرده بود. و این فرهنگ بعد از ورود اسلام به ایران و بعد از به خصوص نهادینه شدن تشیع نفرین شده شد، ممنوع شد. صدها حدیث داریم. من خوشبختانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی رو در عهد جوانی تمام کردم و بعد سالها تجربه اندوختم تا بدانم چه خبر است. کتابی نبود که سر نزده باشم و ندیده باشم که موسیقی حرام است در خانه ای که موسیقی، نمیخوام حدیث امامان شیعه رو بخونم به چیزایی که از قول پیغمبر نقل کردن، بالاخره مؤاخذ همین هاست که آخونده گفتند و قدیم که پنهان نمی کردن، سازها رو می شکستن، دیوان مولوی رو با انبر بلند می کردن، دیوان حافظ رو می گفتن نجس هست. ولی در این آیین می خوانیم که در خانه ای که ساز آواز نواخته شود از قول امامان، حادث رو بعد من اگر فرصتی بود زیر یوتیوب خواهم گذاشت، شیطانی به اسم قفندر هنگامی که مرد با زن خود مشغوله ساختن اولادی شرکت می کند، بچه حرامزاده می شود، زدن ساز ممنوع است، حرام است، نوازندگان به جهنم می روند. صدا حدیث است. منتها به دلیل فرهنگ 1500 ساله، فرهنگ مردم، فرهنگ نکیسا و بامشاد و سرکب و سرکش و رامتین و اینها، و نیز فرهنگ و اندیشه ایرانیان قبل از اسلام، این مقاومت کرد. آخوند در ایران حریف نشد، اگرچه ممنوع شد در مواردی، ولی خودش رو گوشه و کنار نشون میداد. اون همینجا دست و دامن اقوام شریف و دلاور ایرانی رو از کرد و لور و ترکمن و بلوچ و نمیدونم گیلک و مازندری و بقیه میبوسم، که در میان این دلاوران بود که دور تا دور ایران موسیقی ایران حفظ شد. شجریان رو ما باید تو این نقطه ببینیم. اگر لورها نبودن، ببینید ایران رو وسطش رو سوزاندن. ما در اصفهان، در یزد، در قم، در کاشان موسیقی نداریم که، برای اینکه اینجا رو گرفتن، شهرها رو زیر سیطره کشیدن آخوندها و قبل از اونها خلفا، خلیفه دوم، سوم، چهارم،
و بعد امویان و بعد عباسیان، اگرچه در دربارهای خودشون بزن و کوب داشتند، ولی پوست مردم رو کندند و ایرانی که سرزمین موسیقی بود و گاه در جشنها از هندوستان زمان بهرام گور بود به نظرم یا خسرو پرویز، نوازندگان رو پول می پرداختند که بیان و در جشنها بنوازند و کمبود موسیقی رو جبران بکنند. در این میان ایران همه چیز رو نابود کردند و فقط لورها بودند، کردها بودند، گیلکها بودند، بلوچها بودند، به دلیل اینکه جنگاور بودند و مقاوم دور تا دور ایران. شما نگاه کنید از بالا رقص و موسیقی آذری، پایین تر رقص و موسیقی کردی، پایین تر رقص و موسیقی لوری، رقص و موسیقی در خوزستان، در بلوچستان، در خراسان و سرانجام برید بالا در گیلان و مازندران، در میان ترکمن ها، در میان اینها وجود داره. اینها حفظ کردن موسیقی گذشته ای رو که زیسته بودن با اون، حفظ کردن و همین موسیقی بود که بعد از دوره قاجار و مشروطیت با یک انفجار عظیم مشاهدیم که در هم آمیخت و موسیقی ملی ما رو به وجود آورد. به چه دلیلی یک مرتبه مملکتی که فقط تو دربار ناصرالدین شاه یه عده ساز آواز می‌زدن یا در محافل شخصی، ما شاهدیم در رادیو بعدها در تلویزیون ده‌ها خواننده، صدها موزیسین، نوازنده، نی، ویولون، کمانچه، تار، ستار جوشیدن برای اینکه ریشه‌ها وجود داشت، برای اینکه ایران عقیم نبود و از میان این جنگل جوشش و خروش که حاصل کار، به خصوص من تأکید می کنم روی هویت حقیقی اقوام ایرانی که ایران بزرگ رو ساختند، ما یک موزاییک رنگینی هستیم که بخش های بسیار ارزشمندش، اصلی ترین بخش ها رو اقوام ایرانی نگهبانی کردند، نه تنها از آب و خاکشون بلکه از فرهنگ خودشون. و اومدن با این فرهنگ، آخوند اسلام مخالف بود، الان تحمیل شده بهشون. بریم تا بالا، من همیشه تاکید میکنم که در بررسی تاریخی تعارف رو کنار بذاریم، به عقاید مردم باید احترام گذاریم، عقاید شخصیشون، ولی وقتی تاریخ رو میخوایم بررسی بکنیم تعارف کنار داریم که اسلام با موسیقی مخالفه. در کدوم سازمان سیاسی ایرانی شما سراغ دارید که قبل از ورود خمینی و بعد از سالهای 60-65 اصلا زن آواز بخونه؟ زنی که روسری به سرش میپیچن، گردآفریدها و تهمینهایی که اسلام بر سرشون روسری پیچوند و مقنعه، حق آواز خوندن ندارند که، اگر میخوانند تحمیل شده. و اونهایی که خواندن، مرضیه ها، الهه ها، حبوش ها، اهدیه ها، پوران ها، اینا از این کار بیرون زده بودند، اگر هم اعتقادات عارفانه یا مذهبی داشتند، با تکیه به فرهنگ ملی خودشون بود که میخواندند، وگرنه آخوند که اجازه نمیده. ولی این فرهنگ اونقدر قوی بود که آخوند نتونست متوقفش بکنه. شجریان مثل بنان، مثل خونسالی، مثل قوامی، مثل عارف، مثل منوچهر، یک مجموعه عظیم ما داریم از مدرن و قدیمی. ببینید از درون این فرهنگ جوشید و برآمد و ایستاد و خوشبختانه ذات و ماهیت هنر ایرانی طوری است که نمیتونه با آخوند بسازه. آخوند رو باید روزه خوند، با سینه زد، باید قمه زد، باید زنجیر زد، باید رفت کربلا و نمیدونم نجف، اونجا به سر و کله خودش آدم خاک بریزه. جایی برای تار و ستار و چنگ و عود نداره. دانی که چنگ و عود چه تقریر می کنند، پنهان خورید باده که تعزیر می کنند. المنت لله که در میکده باز است، وان می که در آن است حقیقت نه مجاز است. خمها همه در جوش و خروش انز مستی. حافظ رو بخوانیم و تناقض درون فرهنگ ایرانی به خصوص عرفان ایرانی رو دریابیم که چطور شاعر مسلمان ایرانی اهل نماز ظاهرن، ولی جایی که شعرش میجوشه خم است و پیر مغان و آتش زرتشت و میکده، به این چیزی که باید بهش فکر کرد.
فرهنگ ایرانی، هنر ایرانی، موسیقی ایرانی در مقابل هزار من ما به اون عرفان بچسبونیم، در ماهیت همزاد با آخوند و دین آخوند از خوب و بدش نیست، مجبور بیست در مقابلش. چنگ در مقابل نوحه میسته، ستار در مقابل ناقاره‌خونه امام رضا میستد، نی کسایی وقتی می نوازد محزونیت خودش رو در مقابل قفندر اون احادیث مزخرف ایستاده است، و صدای شجریان برداریم ترانهاشو آنالیز بکنیم، ببینیم که چند درصد با فرهنگ گذشته و زنده ایران آمیخته. حافظ، مولوی مطلق نمی کنیم، ولی اینها نمایندگان فرهنگی ما هستند. خیام، ترانه های خیام، شعرهای خیام رو که شجریان به زیبایی خوند، این ذات و ماهیت هنر ایرانی است. و شجریان یک رزمنده راستین این رزمگاه بود که خوش درخشید و خوش ایستاد، و ما شاهد بودیم که به شاهد هستیم. شما نگاه بکنید کارنامه هنرمندان ایرانی رو، خواننده، نوازنده، بعد شما برسونم که کسانی که موسیقیدان بودن، امثال حنان ها، امثال تجویدی ها، بزرگانی مثل بنان، مثل فاختهی، مثل خونساری، مثل شجریان، مثل مرضیه، مثل الهه، مثل گوگوش، مثل فریدون و فرخزاد. ببینید چند درصد اینها توانستند با رژیم همکاری بکنند یا کردند. به دو دلیل نتوانستند: یک، به دلیل ماهیت هنر ایرانی علیه آخوند، علیه تشیع، علیه مزخرفاتی که معتقدند از آسمون نازل شده، و دو، ذات و ماهیت خود اینها بود. خواننده یک عمر برای مردمش خونده، از عشق مردم خونده، از درد مردم، از اندوه مردم، نمیتونه با اینا بسازه. یعنی پیش از تمام رزمندگان راه آزادی هنرمند ایرانی ایستاده است، و شجریان این چنین کسی بود. در اینجاست که شجریان رو باید بشناسیم، یک ذات و یک ماهیت هنر ایرانی. با شجریان و امثال شجریان بدون تعارف، بر اساس گفته یکی از بزرگان در مورد هنر، میگه بر صخره خشن و خونین توحش و بربریتی که از آغاز تاریخ وجود داشته، شما نگاه بکنید تاریخ حکایت خون و تجاوز و قتل عام و کشتار و غارت و وحشیگری است، از گذشته تا حالا. ما تاریخ گذشته خودمون رو به طور واقعی با بفهمیم و احترام بذاریم بهش. گفتم که تاریخ از استبداد به طرف دموکراسی اومده، معنیش این نیست که ما همه منفی ها رو تایید میکنیم، ولی تفاوت تاریخ باستان ایران با تاریخ بعد از اسلام اینه که اونجا خودمون بودیم، مستبدین خودمان بودند. این بار مستبدینی بودند که آمدند و همه چی ما رو عوض کردند، و ما از درون پوسیدیم. من معتقدم اگر استبداد ایران کمرش توسط اعراب نشکسته بود، شاهنشاه ایران، سرعت سیر ما به طرف آزادی و دموکراسی بهتر بود، زیرا ما گرفتار یه لجنزاری نمی شدیم که اول باید خودمون از اون پاک بکنیم بعد ندای آزادی سر بدیم، تو دام امثال خمینی نمی افتادیم. داشتم اینو می گفتم که بر این صخره، به گفته این هنرمند، این بزرگ، باز هم تای زنم از کینم از گورکیست، میگه یک خزه نرمی هنر رویانده تا ما رو به طرف انسانیت بکشاند. سعی کنید این پوشش نرم رو کلوفتر و نیرومندتر و قدرتمندتر بکنید، زیرا اگر تونبادهای توحش این رو بشوید، ما میمانیم
وان صخره خونین خشنی که بر روی آن اثری از رحم و عطوفت و عشق نیست. نرودا میگه که هنر، شعر، عنصر پنجم زندگی است. آب و خاک و آتش و باد به قول قدیمی ها. شعر و هنر و نمایندگان و این وجود خلاصه فرهنگی است که ما رو از بربریت، از وحشیگری میکشونه به طرف انسانیت. حتی ترانه های عاشقانه، حتی وصف زیبایی های پیکر یک زن، چشم ما رو از نگاه یک عنصر متجاوز، چشم این مرد رو که به سکس خام میاندیشد، میکشاند به طرف عاطفه. شعر، هنر، حتی اروتیک ترین شعرهای عاشقانه ما رو انسان میکنه، هم زن رو هم مرد رو. موجود ماده تبدیل میشه به معشوق، به عشق، به مادر، به کسی که نیمه دیگر ماست. و این کار هنره. اینجاست که عاشقانه ترین شعرهای حافظ انقلابی است. باید خواند. من یادم نیست به طور کامل از هر شعری چند خط یادمه. در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. شاه شمشاد قدان خسرو به شیرین دهنان. یا شعرهای خیام، کی باشد و کی باشد و کی باشد و کی، می باشد و می باشد و می باشد و می، من باشم و من باشم و من باشم و من، وی باشد و وی باشد و وی باشد و وی. ما با شعرهای عاشقانه است که انسان تر شدیم. ما رو دور میکنه از توحش، از بربریت، عاشقانه ترین شعرها. شما حس بکنید. خب سوال اینه برای من، به عنوان یک شاعر بارها سوال کردم به چه دلیلی، چون حتی دوره‌ای که معتقد بودم به غلط، به تئوری های مثلا ماو ستون که در عهد جوانی خیلی دلانگیز بود که هنر باید به صورت پیچی در ماشین انقلاب فعال باشه، بعدا فهمیدم این غلط. هنری که به عنوان پیچی در کارخانه انقلاب فعال باشه هنر نیست، یک پیچ و یک بازیچه سیاست و بعد به لجن کشیده خواهد شد. هنر باید مستقل باشه، کار خودش رو بکنه و به عنوان سرباز پیشتاز فرهنگ و انسانیت کار خودش رو بکنه. این مقوله رو باید درست فهمید. شعرهای عاشقانه رو بعضی در حد جوان، آقا اینا عاشقانه میخوانن، غزل حافظ میخوانن، چه چه میزنن، مردم رو یأس میکنن. اینطوری نیست. سیاست و مبارزه و جنگیدن و اسلحه برگرفتن لحظات مقطع زندگی ما رو پر میکنه. ما اسلحه بر نمیگیریم که تا ابد بجنگیم، اسلحه بر میگیریم که بعد انسان ها بتوانند عشق ببرزند، زندگی کنند، بسازند، آواز بخوانند. به همین دلیل هنر برخلاف جنگیدن مثل یه رودخانه دائمی هست که باز زندگی رو بسازه و جلو بره. و اینجاست که عشق چیز مقدسی است. من فکر میکنم که حتی شرع نیز وقتی با استفاده از عرف مهر خودش رو میکوبه روی بعضی چیزها، به خاطر اهمیت این مسئله است و این کار رو هنرمندان به عهده دارن، شاعران، نویسندگان. به چه دلیلی زیباترین شعرهای پابلو نرودا، شاعر سیاسی کمونیست و جهانی ما، یا شعرهای عبدالوهاب البیاتی و شعرهای آدونیس، شعرهای خیام خود ما، شعرهای حافظ از عشق است؟ 99 درصدش از عشق است، از احساس، از عاطفه، از اندوه. بر سردر سراوی اتابک زدند کوس، عشاق بس نکرده هنوز از کنار و بوس.
گیسوی یار، پستان یار در خم گیسوی تابدار، چون گوی آج در خم چوگان آبنوس. تصویر سعدی است از سحرگاه و عشق ورزی دو عاشق و معشوق. و اگه ما فقط با دید سیاسی خوش بخوایم نگاه بکنیم، اینا همش حرف مفته. ولی اگر با یه دیدگاه درست، علمی و عمیق نگاه بکنیم، روانشناسانه، عشق است که زندگی رو میسازه، عاطفه است که زندگی رو میسازه، و شاعران، رمان نویسان، نوازندگان ما، خوانندگان ما تو این نقطه ایستادن. شجریان در این نقطه ایستاده، کسی که ما رو انسان تر کرد با آوازهای خودش، کسی که هم سرودهای رزمی خون موقعی لازم بود، هم فریاد کشید تفنگ تو زمین بذار نکش، هم عارف رو خوند، هم عاشقانه خوند، هم شاد خوند. و ما بدون این که متوجه بشیم، تکه‌هایی از ما رو ساخت و حال که به سفر رفته است، او در وجود تک تک ما زنده است. و همینجا من تأکید بکنم، کسانی که کار شجریان رو نمیفهمند و جذب نمی کنند، کار مرضیه رو نمیفهمند، میزد شب چوز میکده باز آیم، یا کار شجریان رو هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم، نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم. من جفا زدان به که در سما نیایم، که چون ز پای برایم ز در برند به هوشم. از عشق، کسانی که نمیفهمن این رو، فقط به به و چهچه میکنند، در درون خودشون این آوازها رو به مشروعیت نمیپذیرند و نمیفهمند که اینها میتونه اونها رو آدم بکنه. و باز از عشق سخن میگویند و بازیچه میکنند، هیچ چیزی از هنر ایران و هنر جهان نمیفهمند و اینها به لعنت عشق دچار خواهند شد. در این تردید نکنیم. 10 تا اطلاعیه بدن در مورد شجریان، مرضیه، الهه، هر کس که میمیرند، اینها جنازه های سرد رو دوست دارند. کسی که به شجریان احترام میذاره، آواز او رو در درون تارهای وجود خودش می نوشد و ذوب می کند و انسان می شود. شجریان این چنین بود، مرزی این چنین بود، بنان این چنین بود، خونساری این چنین بود. و من در سالهایی که در سالهای جوانی که رزمنده بودم، پس از پایان کار می رفتم گوشه اون در اندشت بیابونی که قرارگاه نظامی بود، در تاریک روشن غروب ترانه های گاه خونساری رو میخوندم، به دورانی که شد قحط وفای دلها. چرا با دل نگویم چرا چرا، من مرغ شباهنگم، به شد کنج قفس بستر من، الاخر. یا ترانه های شجریان رو، ترانه های مرضیه رو، و اینها روان من رو زنده نگه می داشت. و نهایتا همین تراوشات پاکیزه اونها بود که من رو کمک کرد و بتونم تصمیم بگیرم، حتی در عالم سیاسی، که آیا درست است کاری که من می کنم یا درست نیست، آیا بر مسیر عشق و انسانیت گام بر می دارم یا نه. اینجا شجریان، شجریان خواننده ما، استاد ما، تبدیل می شد به یک استاد روح و روان، و دست بر شانه ما میگذاشت که تو داری اشتباه میکنی و باید مسیر رو بری که به عشق احترام میذاره، به انسانیت احترام میذاره، به وفا احترام میذاره، به صفا و جوانمردی احترام میذاره. برابر این استاد ما از میان ما نرفته. دوستان عزیز، بیش از همیشه با ماست. جسم خودش رو به خاک سپرد و این سرنوشت همه ماست. ما چه جوان باشیم چه سال خورده، خواهیم رفت، ولی باید دید که
از ما چه می ماند. سخن از این استاد عزیز بسیار. من غزلی در آغاز خوندم، یکی از غزلهای، یکی از شعرهای دیگه خودم رو، از شعرهایی رو که سالهاست من یک بخشی دارم در میان کارهای خودم به اسم ترانه های مرگ، عاشقانه های مرگ. کوشش من اینه که مرگ رو از حصار تفکر آخوند و مذهب بیرون بیارم، به عنوان یک قانون زندگی، به عنوان این که راهی است و دری که میتونه در پایان این بخش از سفر ما رو شاید به یک تحولی دیگه، فارغ از این مزخرفات آخوندی و مذهبی و آسمانی، خلاصه رهنمون بشه. پس چرا بترسیم؟ به قول ویلدوران میگه موقعی که من تو بیمارستان دارم میمیرم، پشت پنجره صدای بچه های تازه سالی میاد که دارن بازی میکنن و زندگی ادامه داره. ما باید وظیفه خودمون انجام بدیم. من سال هاست که کوشش میکنم که یک مقدار این رو آنالیز بکنم، چه در نوشته های به نفس، زندگی و مرگ، آن عاشق و معشوق که از هماغوشیشان حرکت زاده میشود و رازها جامعه شکوه میپوشند، در مجموعه فلسفی که 30-35 سال قبل به نام تاودا من سرودم. ولی در پایان این صحبت بیاد استاد عزیز و در بدرقه اون شعر دیگه ای رو میخونم و صحبتم رو تموم میکنم. فشاندگی سوان در باد امشب، روت تا ذات هستی شاد امشب، به جا بنهاد تن چون پیرهن او، روت آزاد در آزاد امشب. نه دیگر رنج از شلاق شداد، نه دیگر دردی از بیداد دجال، ز پوچ قیلهای هیچ بس دور، ز هیچ پوچهای قال در قال، نه اندوهی دیگر در جان پدیدار، نه دیگر تن شود پر درد و بیمار، نه دیگر هی صبوری در صبوری، به امیدی که شاید باز دیدار، و هر شش سو صفای کهکشان ها، میان روشنایی های جان ها، سبکتر از پری پوید روان است، نه در بند مکان ها نی زمان ها. نگاهی می کند بر خاک از دور، پس از آن در میان نور، در نور شود پنهان به لبخند خدایی، که چون نی از نیستانش بودی دور. سفر خوش، جای تو دیگر نه اینجاست، که قدر کهربا با که برابر. برو آنجا که انسانیت و عشق بود از هرچه در عالم فراتر. در سفر استاد عزیز شجریان باید گفت که می در قدح کنید رفیقان، و گل به جیب، رسم عزای ما نه گریبان دریدن است. یا به قول خیام، یاران به موافقت چو دیدار کنید، باید که ز دوست یاد بسیار کنید، چون باده گل رنگ به هم در نوشید، نوبت چو به ما رسد نگونسار کنید. پس جامی برگیریم و باده گل رنگی، و بیاد چشم و چراغ جاودانه آواز ایران جرعی بنوشیم و
باقی رو بیاد شجریان نگونسار کنیم، بادا که با اول مانی روانش با نورهای بام دادن هر سپید دم بر جهان نور افشاند، و بادا که صدای زیبای او رو هنگامی که ملت ایران به پایداری فرزندان دلیر راستین خودش و نمایندگانی که از درون توده های مردم برخواستند، موقعی که داره بنیاد آخوندها رو در هم میکوبه، صدای شجریان رو با اون ترانه های زیبای ملی و میهنیش بشنوید. درود بر او باد، یادش در دلها و جانها گرامی باد.